سوزیز بندری که درست کردم خیلی تند شده، اما متاسفانه همسر با تندی شدیدن مخالفه. ترشواله به اسیام میگه برو نو سلاخی، به ره هم میگن ل، شیرازی ها به رنده میگن پوتراش. یه خاطره تعریف کنم از اولین روزی که رفته بودم برای گواهینامه. الان 10 ساله که من سلام کنم به کسایی که تازه به کانال من اومدن، خوش آمد میگم بهشون. اگه تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. اومدیم دروازه یه مشتی روی کنه داشتم، اومدم روی کنه ها رو بدم، یه چیزی به در کنور بردارم خونه خلوت کردم. با هم بریم در روی فروشی، به هم گفته 95 تومن تعویض. سلام دوستان، امروز میخوایم سوسیس بندری درست کنیم. سوسیس بندری به روش شیرازی، بعد میان پیاز رو میشوریم، فلال فلال میکنیم. هیچ وقت از فلال پیاز خوشم نیومد چون چشم رو میسوزونه. مواد لازم سوسیس به میزان دلخواه، اما برای سوسیس بندری باید پیازش خیلی باشه. سلام کنم به کسایی که تازه به کانال من اومدن، خوش آمد میگم بهشون. اگه تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدید. امیدوارم که هر جا هم هستید حال دلتون خوب باشه. با یه ولاگ دیگه از زندگی روزمره حمیده در خدمتتون هستم. ایشالله که بتونم برای کسی، البته میگم غذایی که درست میکنم اکثرا بلدم، اما روش ها مختلفه. ایشالله بتونم کاری کنم که کسایی که غذا بلد نیستن درست کنن خیلی راحت از دستور غذایی ما، چون شیرازی ها رو برای که غذاشون سخته آسونم غذا رو آماده کنن و نوشه جان کنن. تمام پیازا رو خرد میکنیم، خلال مانند میکنیم و میریم تا تو مایتابه تفتش بدیم. یه خاطره تعریف کنم از اولین روزی که رفته بودم برای گواهینامه. الان 10 ساله که من راننده هستم. اولین روزی که رفته بودم برای گواهینامه، جلسه اول رانندگی بود، حالا پشت ماشینم نشسته بودم، فقط بلد بودم سیوچو بگردونم. با داداش رفتیم بیرون شهرداری، داشتم تازه صفحه اول آیین‌نامه رو پشت ماشین میخوندم، یه پلیس اومد. داداشم من کار داشت شهرداری، گفت حمیده یکم پشت ماشین باش، اگه پلیس اومد بهش بگو 5 دقیقه صبر کنه من برمیگردم. گفتم باشه. من اومدم پشت فرمون نشستم، بعد داداش رفت کارش انجام بده و برگرده، خیلی هم زمان نبود، اما پلیس با من لشکر گفت چرا تو رانندگی بلد نیستی پشت فرمون نشستی؟ گفتم خب من دیگه را داشتم میخوندم. داداش گفت دیشونه از من نه و از اوها. گفتم 5 دقیقه صبر کن، اگه داداش نیومد من حرکت میکنم، من جلسه اوله و خیلی وارد نیستم. گفت باشه. رفت و یکم کار داداش طول کشید و تا برگشت
دید حمیده با ماشین نیست. حالا تو این فاصله حمیده چی کار کرده بود؟ پلیس اومد باش لچ کرد تو به حرکت کن. توی خیابونی بود یه طرفه، اصلا هم جای پارک نبود و برای منی هم که حالا خوش فرمان نشسته بودم خیلی ترسناک بود. ماشین رو روشن کردم، گفتم یواش یواش میرم، درش نیسته به هم. اومدم وسط های خیابون پارک کنم، خب من فقط بلد بودم سویچ روشن کنم، هیچی دیگه. تا وسط های راه رفتم گفتم خب پارک کنم، قشنگ پارک کردم دیدم تابلو با جرثقیل هم میشود، ما هم هم شدیم. گفتم خب وقتی من باشم با جرثقیل هم نمیشه، میتونم ازش اجازه بگیرم. پر شدیم چه قشنگم پارک کرده بودیم، بار اول بود. اومدم بیام بیرون، زدم شیشه چراغ ماشین جلویی رو خوردم، اونجا خور شدم، دنده عقب گرفتم، تایر جلوی رفت جوبه آه و اینجا بود که ماشین به فنا رفت. برعکس تمام فامیل اونجا جمع شدن، اصلا اینجا موشون رو آتیش زده بودیم که ببینم این کی افتاده تو ماشین. دیدن بله حمیده، کسایی که تو عمرت ندیده بودی فامیلای دور اونجا دیدن. خب بزنم اونجا الان میدونم بعد دیگه جادش اومده بود، دیده بود نه حمیده ای هست نه ماشینی هست، فقط اسم تو برسر خیلی شلوغه، خیلی همه جمع شدن. فهمیده بود حمیده دسته گروه رو آفتاده اومد و سریع فامیلا که همت کردن ماشین از تو جمعه در بیرون و بیاد دارد بیاد میبانه چشممو هیچی. اون موقع بابام گفته بود برید یه خریدی انجام بدید بیاید، ما رفتیم گفتیم مغازه بسته بود و رفتیم تعمیرگاه، ماشین به حالت اولیه برگردوندیم و اینم تجربه اولین روز کلاس تعلیم رانندگی. و اون موقع شد که دیگه من راننده شدم، بعدش من راننده شدم. پیازمون رو فورس کردیم، تفت میدیم، تو فاصله که پیازا تفت میخوره سوسیسامون هم ریز میکنیم. روغنی که گذاشتیم داغ بشه سوسیسا رو میدونم داخلش، من دوست دارم تو آب و پیاز غذا پخته بشه. میزنیم تا پیاز آمون با سوسیس کاملا سرخ بشه. فاصله ای که سوسیسامون داره سرخ میشه ما هم میایم خیارشورامون رو نگین نگین ریز میکنیم و بعضی ها هم رنده میکنن، البته میکنم رنده راحت تر بشه. با سس ماینوز قاطی میکنم. شیرازی ها به رنده میگن کوتراش، ما کوتراشش میکنیم. یه ضرب المثل داریم شیرازی ها، به این میگن ترشباله یا چلو صافی و به این میگن اصا. ضرب المثل شیرازی اینه که ترشباله به اصا میگه برو نو سلاخی، به ره هم میگن له ها برو نو سلاخی. این برای کسایی که اصلا عیب خودشونو نمیبینن، فقط عیب دیگرون رو میبینن. برو نو سلاخی. بریم غذامون داره میسیزه. رب گرجه هم ریختیم داخل مایتابه. الان دیگه مثلا بریم میگم مثلا سوسیس با پیاز خوب سرخ شده، رب گرجه هم ریختیم داخلش رو همش میزنیم.
و یه کمی هم آب میریزیم که هر چی میخواد هم سوسیسمون پخته بشه، همین هم لعاب رو به گرجه بیاد بیرون. درشو میذاریم که همشون دست به دست هم بدن. من آبش میکنم که خوب دیگه میذارم تا خوب جا بیفته. فلفل سیاه تمام خوشمزدگی سوسیس بندری به ترش بودن، به تند بودنشه. سوسیس بندریمون داره جا میفته. خیلی ها تو سوسیس بندری سیب زمینی میکنن، من خودم دوست ندارم. سوسیس بندریمون آماده است، دیگه میذاریم لای ساندویجا. کاهو و خیارشون هم که دیگه میذاریم بینش. ایشانه شما هم درست کنید و لذتشو ببرید. ممنون از اینکه تا اینجا استیل مو ویدیو با من همراهی کردید و لایک و کامنت های شما به من انرژی میده. دکمه سابسکرایب هم اگر تا حالا نزدید بزنید، زنگوله رو فشار بدید که هر وقت براتون فیلم گذاشتم نوتیفیکیشن براتون بیاد. دوستتون دارم، روزتون بخیر. سوسیس بندری که درست کردم خیلی تند شده. البته سوسیس بندری خوشمزدگیش به تند بودنشه، اما متاسفانه همسر با تندی شدیدن مخالفه. ببینم میخوره سوسیس بندری یا باید یه غذای دیگه درست کنم.